بریم. درود به همراهان عزیز و شریف آهن ملل، من سامیار سرافرازم با تحلیل بازار فولاد در هفته پایانی آبان ماه در خدمتت هستم. با من بمون لطفاً، لایک، کامنت و اشتراک گذاری فراموش نشه. برو بریم. خب اول دلار. هفته پیش از کاهش قیمت احتمالی دلار گفتیم و دیدیم که این هفته تا 50100 تومان هم پایین اومد و تا 50500 تومان در نوسان بود، البته تا امروز که داریم تحلیل رو تهیه میکنیم. احتمال آتش بس توی غزه خیلی بالاست و امیدواریم تو همین یکی دو روز این اتفاق بیفته، هرچند موقت. اگه بشه میتونه قیمت دلار رو از این پایین‌تر هم بیاره و شاید وارد کانال 49000 تومانی بشه. این هفته لایحه بودجه سال آینده رفت مجلس که اتفاق جالبی درش افتاده. درآمد دولت از مالیات بیشتر از درآمدش از نفت خواهد بود. یعنی هموطنان عزیزم، سال آینده قرار نظارت بر درآمدها بیشتر بشه تا مالیاتی که نصیب دولت جان میشه هم بیشتر بشه. حالا کاش متوجه میشدیم این مالیات داره خرج خودمون میشه. از نفت گفتم، اجازه بده از تازه ترین ابتکار دولت قدرتمند ایران برای ضربه به آمریکای کثافت بگم. آمریکای کثافت صدام بیلیاقت گربه فرید روی بام. قرار شده سال 1403 قیمت نفت بر اساس یورو تعیین بشه. طبق بودجه‌ای که برای سال 1403 تعیین کردن، نرخ هر بشکه نفت 65 یورو تعیین شده. یعنی سال دیگه باید دو تا نرخ حساب کنیم، یورو تو پرانتز دلار. به نظرم اگه بر اساس ریال میبستن دیگه چیزی از آمریکا و اروپا باقی نمیموند. اصلا تا میومدن صفرای ریالو حساب کنن و تبدیلش کنن به دلار و یورو، کلی از وقت روزشونو میگرفت، بعد اقتصادشون فلج میشد. حالا گاماس همین الانش هم ایران جزو ابرقدرت هاست بین اتیوپی و گینه بیساو و بقیه کشورها. بریم سراغ بازار فولاد. اول از بورس کالا و ابلاغیه جدیدش برای قیمتگذاری محصولات فولادی بگم که قرار حداقل قیمت پایه میلگرد 11% و تیراهن 14% بالاتر از آخرین میانگین نرخ کشف شده شمش بلوم توی بورس کالا در نظر گرفته بشه. یه دست خریدارها معتقدن این حرکت بورس کالا خیلی غیر کارشناسانه است، چون اصلا حق و اجازه قیمتگذاری رو نداره. از اون طرف هم خیلی از خریدارها میگن این تعیین دامنه از طرف بورس کالا نه تنها دستوری نیست، بلکه خیلی هم اصولیه و طبق مهمترین محصول تولیدی ایران توی زنجیره فولاد، یعنی شمش فولاد تعیین شده. بالاخره هر کاری موافق و مخالف خودشو داره دیگه. و اما این روزها نبود نقدینگی از مشکلات اصلی بازار آهن به حساب میاد. خدا رو شکر شاهد کاهش قیمت‌ها خصوصا میلگرد بودیم و هستیم، ولی همیشه میگم کاش هم قیمت‌ها کاهشی باشن یا لااقل ثابت باشن، هم بازار رونق داشته باشه. هوا هم داره سرد میشه و احتمالاً مسئله قطعی گاز برای تولید کننده های صنایع مختلف ایجاد چالش خواهد کرد و تولیدشون رو تحت تأثیر قرار میده. تقاضای کم و محدودی توی بازاره و پیشبینی احتمالیمون از هفته آینده اینه که قیمت ها با یه شیب کمی روند کاهشی خواهند داشت. البته درباره ورق یه ذره شرایط متفاوته. مثل این هفته ممکنه بعضی زخامت ها با افزایش قیمت همراه باشه، ولی جو کلی بازار احتمالاً همون کاهشی با شیب کمه که گفتم. تو نظرت چیه درباره بازار فولاد، اقتصاد کشور و دلار؟ توی کامنت ها بنویس لطفاً، لایک کن و برای دوستانت هم به اشتراک بذار. خیلی مخلصم و به امید روزهای خوب برای ایران و ایرانی.